ساعت 8 صبح 14 بهمن سال 1402 به کلانتری باغ فیض تهران خبر قتل یک مادر و دختر داده شد. مادر خانواده مریم 51 ساله و دخترش پریناز 31 ساله. هر دو توی خونه خودشون به قتل رسیده بودن و کسی که گزارش این قتل رو داده بود مرتضی نامزد پریناز داماد خانواده بوده. جسد هر دوی اونا توی آشپزخونه پیدا شده بود و توی همون بررسی‌های اولیه مشخص بود که هر دوی اونها با فشارهایی که به روی گلوشون وارد شده بود خفه شده بودن. در خونه کاملا سالم بود و به نظر نمی رسید کسی به زور وارد اونجا شده باشه و به علاوه داخل خونه هم همه چیز مرتب بود. خب از اونجایی که به هیچ کدوم از وسایل قیمتی خونه دستی نخورده بود و با اینکه توی اون خونه واقعا وسایل قیمتی زیادی وجود داشت میشد این احتمال رو داد که قاتل و یا قاتلها فقط و فقط با انگیزه کشتن مریم و پریناز وارد اون خونه شده بودن. ولی خب یک مورد مشکوک توی آشپزخونه وجود داشت و اونم تسمه نوعی بود که روی لباسشوی آشپزخونه بود و میشد این احتمال رو داد که فرد قاتل و یا قاتلان به عنوان تعمیرکار برای تعمیر لباسشویی به اون خونه وارد شده بودن. مرتضی داماد خانواده که گزارش اتفاق رو داده بود میگفت که با نامزدش پریناز توی یک شرکت کار میکرد و صبح اون روز وقتی اون به سر کار نیامد و با تلفنش تماس گرفت و اون جواب نداد نگرانش شد و از اونجایی که محل کارش به اونجا دور نبود اومده بود ببینه اونجا چه خبره که در کمال ناباوری با جسد مادرزن و نامزدش مواجه شده بود. البته قبل از اینکه مرتضی وارد خونه بشه یک مورد بسیار عجیبم اونجا رخ میده و اونم این بود که وقتی اون به ساختمون رسید دید که دو نفر از روی دیوار خونه به داخل کوچه پریدن و شروع کردن به فرار کردن. و از اونجایی که ماجرا بسیار مشکوک بود مرتضی به دنبال اونا افتاده بود و موفق شده بود یکیشون رو دستگیر کنه و از اون پرسیده بود که توی خونه مادرزنش چی کار میکرده. شاید باورتون نشه که بگم اون مرد گفته بود چون تعمیرکار کولر هست رفت آمد از روی دیوار براش آسون تر بوده. حرفایی که اگر به بچه هم زده میشد خنده‌آور بود. ولی خب توی همون لحظاتی که مرتضی داشت همون مرد رو سوال و جواب میکرد اون یکی دوستش که فرار کرده بود بر میگرد و موفق شده بود که اون دوستش رو کمک کنه و فراریش بده و یا به قول خودش نجاتش بده. و بعد از این بود که وقتی مرتضی وارد خونه شد دید هم مادر زنش و هم پریناز نامزدش هر دو بی جان کف آشپزخونه افتادن. خب چه اتفاقی میتونست افتاده باشه؟ چه کسی میتونست وارد اون خونه شده باشه و مریم و پریناز رو به اون شکل وحشتناک به قتل رسونده باشه؟ و یا اینکه انگیزش از این قتل‌ها چی بوده؟ خب اجازه بدید یک مقدار به عقب‌تر برگردیم تا در رابطه با این خانواده براتون تعریف کنم تا متوجه بشید جریان از چه قرار بوده. خب گفتم مریم و پریناز مادر و دختر بودن و این خانواده سمت بلوار ابازر در غرب تهران زندگی می‌کردند و پدر این خانواده مردی بود به نام محمد که وضع مالی بسیار خوبی داشت و اما خب متاسفانه توی اوج بیماری کرونا گرفتار این ویروس شده بود و از دنیا رفته بود. اما اتفاقی که اینجا میفته این بودش که محمد بعد از اینکه از دنیا رفت ثروت بسیار زیادی رو برای خانواده‌اش به جا گذاشت. اون از همسرش مریم صاحب دو دختر بود به نامهای ساناز و پریناز که ساناز دختر بزرگ اون میشد که اتفاقا با مردی که نسبتاً وضع مالی خوبی داشت ازدواج کرده بود و اسم شوهرش جمال بود. مرتضی هم داماد کوچیک خانواده بود و همونطور که در ابتدا گفتم نامزد پریناز بود که هنوز به صورت رسمی با هم عقد نکرده بودن و قرار بود این اتفاق به زودی بیفته. بعد از فوت محمد جمال یه جورایی پسر بزرگ خانواده بود و توی کارهای تأسیساتی و مشکلاتی که برای خونه پیش می اومد کمک مادرزنش مریم می کرد. اون توی فرحزاد تهران یک رستوران هم داشت اما جدا از کار رستورانداری توی کار خرید و فروش ملک و ویلا و ماشین و کلن هر چیزی که قابل خرید و فروش بود یه کارهای انجام می داد، فعالیت داشت. اما خب
مشکلی که برای این مرد پیش اومده بود این بود که اواخر بخش بزرگی از سرمایش رو توی چند تا معامله ناجور از دست داده بود و همسرش ساناز از این اتفاقاتی که داشت توی بیزینس شوهرش رخ میداد کاملا بیخبر بود. اما یه روز از اون سوال کرده بود که چرا دچار مشکلات مالی شده، که اون موقع جمال بهش گفته بود پولاش رو توی یه کار جدید سرمایه گذاری کرده که مشکلی نیست و به زودی تمام این اتفاقات حل میشن. اما از اون طرف مرتضی داماد کوچیک خانواده کاملا برعکس جمال بود. اون توی یک شرکت تحقیقاتی کار میکرد و اتفاقا توی همون شرکت هم با پریناز آشنا شده بود و به خواستگاریش اومده بود. کلن این پسر آدم بی‌حاشیه‌ای بود، برعکس جمال، و اصلا به خاطر همین بود که وقتی پلیس دوربین‌های مداربسته اطراف ساختمون اونا رو بررسی کردن متوجه شدن که اون حرفاش درست هست و اتفاقا در رابطه با گیر انداختن یکی از اون آدم‌های به اصطلاح تعمیرکار کاملا درست گفته بود. خب گفتم وقتی محمد فوت شد ثروت زیادی رو از خودش به جا گذاشته بود و توی خونه مریم وسایل گرون قیمت زیادی بود، وسایلی که از ارزش بسیاری برخوردار بودن. ولی عجیب این بود که اون دو نفر قاتل به هیچ یک از اون وسایل دست نزده بودن. و این نشون از چی داشت؟ نشون از این که اون دو نفر با یک نقشه قبلی، با نقشه قتل مریم و پریناز فقط به اونجا اومده بودن. ولی خب باز اینجا یک سوال دیگه مطرح می شد و اونم این بود که اونا کی بودن؟ اونا کی بودن که از تمام جزئیات اون خونه آگاه بودن؟ اونا کی بودن که می دونستن لباسشوی اون خونه خراب شده؟ و جواب دادن به این سوال پلیس ها رو در مسیری قرار می داد که خیلی راحت تر بتونن قاتل رو شناسایی کنن و مطمئنن اون شخص کسی نبوده به غیر از یکی از نزدیکان همون خونواده. به خاطر همین اونا به سراغ نزدیکترین اطرافیان مریم رفتن و اولین کسانی که میتونستن به صورت بالقوه مورد بازجویی قرار بگیرن دامادهای خانواده بودن. اما چون مرتضی آدم سالم و بی‌حاشیه‌ای بود خیلی زود پلیس‌ها قانع شدن اون هیچ نقشی نمیتونسته توی این ماجرا داشته باشه. اما برعکس اون جمال شوهر ساناز گفتم که آدم پرحاشیه‌ای بود، مشکلات مالی داشت و مشخص شده بود که تقریبا اون باید ماهی 500 میلیون تومان بابت اجاره یک مغازه به حساب مادر خانومش هم می‌ریخت که گویا اون این مغازه رو قبل از فوت محمد پدر خانومش از اون گرفته بود. اما بعد از اینکه اون مرد فوت می‌کنه این مریم بود که باید این اجاره ها رو دریافت می‌کرد. اون موقع همونطور که گفتم جمال مشکل مالی داشت و چند باری به مادر خانومش اعتراض کرده بود و از اون خواسته بود که این اجاره رو برای مدتی از اون نگیره و یا اینکه کلن ارث خانومش ساناز رو به اون بدن تا یه مقدار دست و بالش باز بشه. ولی اینجا دیگه مشکل مریم نبود، مشکل مادر خانوم اون نبود، مشکل اصلی خانومش بود و خواهر زنش، چون اونا به خودشون عهد کرده بودن تا قبل از مرگ مادرشون به هیچ وجه به اموال پدرشون دست نزنن و این کار رو برای جمال دشوار کرده بود و اون دیگه نمیتونست حتی از زن خودش بخواد برای تقسیم ارث برو با مادرش صحبت کنه. خلاصه وقتی پلیس یه مقدار به همین روابط جمال با خانواده زنش و کلن پولهایی که بین اونا رد و بدل میشد شک کرد وارد تراکنش های بانکی جمال شدن و اونجا بود که مشخص شد اون درست چند روز قبل از همین اتفاق، یعنی قبل از کشته شدن مریم و پریناز، مبلغ 5,200,000,000 تومان به حساب یک رستوراندار دیگه به نام ایرج ریخته بود. ایرج دوست جمال بود و اونم دقیقاً اون روز 2 تا 1,000,000 تومان به حساب دو نفر دیگه زده بود که یکی از اون دو نفر شاگرد خودش اسکندر بوده و یکی دیگه شاگرد جیگرکی که در همسایگی خودشون بود و اسمش هوشنگ بود بوده. یعنی به طور خلاصه بخوام بهتون بگم جمال اومده بود 5,000,000,000 تومان به حساب ایرج ریخته بود و ایرج هم از اون پول نفری 1,000,000,000 تومان به اسکندر و هوشنگ داده بود. برای چی؟ کاملا مشخصه. اونا به این شکل دو نفر رو اجاره کرده بودن قاتل اجاره‌ای برای کشتن مریم و پریناز که در ادامه جزئیاتش رو براتون بیشتر تعریف میکنم. از اون طرف وقتی پلیس متوجه تمام این جابجایی پولها میشه به صورت نامحسوس میان این 4 نفر رو زیر نظر میگیرن و درست همون موقع ها بود که متوجه میشن اتفاقا حدسی که در رابطه با اونا میزدن کاملا درست بوده
و زمانی که اسکندر و هوشنگ میخواستن فرار کنن، ماموران موفق شده بودن اونا رو توی یکی از شهرهای غربی کشور گیر بندازن و بعد هم ایرج و جمال دستگیر شدن. وقتی این چهار نفر گیر افتادن، اسکندر و هوشنگ اولین کسانی بودند که به کل ماجرا اعتراف کردند و گفتند که این اول جمال بوده که ایرج رو استخدام کرده بود و ایرج هم به اونا پول داده بود که برن و مریم و پریناز رو بکشن. خب میشد اینطور حدس زد که جمال با کشتن مریم دیگه نیازی نبود مبلغ 500 میلیون تومان بهانه بخواد به اون اجاره بابت مغازه پرداخت کنه و با کشتن مریم و پریناز عملاً دیگه تمام دارایی‌های اون خانواده به همسر اون ساناز میرسید، چون مرتضی همونطور که گفتم داماد تازه خانواده به صورت رسمی با پریناز عقد نکرده بود و عملا توی این ماجرا هیچ چیزی گیرش نمی اومد و تمام این پولها به همسر اون ساناز می رسیده که اتفاقا شوهرش جمال برای خود اون هم نقشه هایی داشت. خلاصه هرچی که بود، اون روز جمال برای عملی کردن نقشش در قدم اول به سراغ یکی از دوستان رستوراندارش، همونطور که گفتم ایرج، میره و به اون برای از بین بردن مادرزنش و خواهرزنش 5 میلیارد تومان پول داده بود. ایرج از این پیشنهاد جمال خیلی خوشحال شده بود، چون اونم گویا یه مقدار مشکلات مالی داشت و کلا سر از پا نمیشناخت و همون روز به سراغ شاگردش اسکندر رفته بود و بعد از اینکه موفق شده بود مخ اون رو بزنه، بهش گفته بود اگر بره و شاگرد جیگرکی همسایه‌شون رو بیاره و با همدیگه کار رو انجام بدن، به هر کدوم مبلغ 1 میلیارد تومان میده که گویا به نرخ دلار اون روز میشده 30,000 دلار، که مبلغ بسیار زیادی بود. این پولها پولهای بسیار بزرگی بودند و همین باعث شده بود هم ایرج و هم اسکندر و هم هوشنگ سر از پا نشناسن و فقط و فقط منتظر دستور عمل جمال باشن تا هر چه زودتر سوت آغاز این عملیات رو براشون بزنه. و اون زمان یه شب قبل از رخ دادن حادثه بود که جمال خونه مادر خانومش مریم مهمون بود و از اونجایی که میدونست لباسشویی اونا خراب هست و نیاز به تعمیر داره، به اونا گفته بود که با چند تا تعمیرکار صحبت میکنه تا صبح فردای اون روز بیان و لباسشویی رو درست کنن. و اصلا به خاطر همین بود که وقتی اسکندر و هوشنگ به در اون خونه میرن و زمانی که پریناز آیفون رو برداشته بود، اینترکام رو جواب داده بود، اصلا به اونا شک نکرده بود و در رو برای اونا باز کرده بود و اونا خیلی راحت تونسته بودن وارد خونه بشن. اما جالبه که بگم سیستم امنیتی این خونه سیستم قوی بود، یعنی اگر کسی وارد خونه میشد، برای اینکه داخل خونه وسایل ارزشمند زیادی بود، بدون اجازه صاحب خونه نمیتونست از اون خونه خارج بشه. و گویا اسکندر و هوشنگ از این ماجرا بیخبر بودن و یا اینکه کلن جمال در این رابطه با اونا صحبتی نکرده بود. اون موقعی که اونا وارد خونه شدن، مریم توی اتاق خواب بود و پریناز اسکندر و هوشنگ رو به توی آشپزخونه، جایی که لباسشویی بود، راهنمایی کرده بود و بعد هم بالای سر اونا ایستاده بود و داشت نظارتشون میکرد که همون موقع توی یک حرکت غافلگیر کننده یکی از اونها دستش رو روی دهان پریناز میگذاره و اون یکی هم دستش رو دور گلوی اون دختر بیچاره انداخته بود و شروع کرده بود فشار دادن و اونقدر فشار داده بود که پریناز همونجا جا در جا از دنیا رفته بود. اونا بعد از کشتن پریناز جسد اون رو یه جایی توی همون آشپزخونه پنهان میکنن، گویا که آشپزخونه بزرگی بوده، و بعد مریم رو صدا میزنن و بهش میگن که بیاد و میخوان در رابطه با لباسشویی بهش چیزهایی رو بگن و گفته بودن که پریناز به بیرون رفته. اما مریم از همه جا بی خبر به محض اینکه وارد آشپزخونه میشه، قبل از اینکه بتونه اصلا نگاهی به لباسشویی بندازه، اون دو نفر همون بلایی رو که سر پریناز آورده بودن سر مریم میارن و اون رو هم به قتل میرسونن. اسکندر و هوشنگ بعد از کشتن پریناز و مادرش بلافاصله تصمیم گرفتن اون خونه رو ترک کنن. اما همونطور که گفتم مشکل این بود که درها بسته بودن و اونا نمیتونستن از راهی که ورود کرده بودن بیرون برن. برای همین ناچارن از پنجره اتاق به روی دیوار ساختمون پریده بودن و از اونجا هم به داخل کوچه، که همون موقع مرتضی سر رسیده بود و اونا رو دیده بود و بعد هم همون اتفاقهایی افتاد که براتون تعریف کردم. وقتی این چهار نفر گیر افتادن، در ابتدا این اسکندر و هوشنگ بودن که ماجرا رو لو دادن و بعد هم ایرج بود که اعتراف کرد، ولی جمال این وسط حرفای دیگه ای می زد.
مثلا میگفت اون فقط پول داده بود که اونا برن مادر زن و خواهر زنش رو بترسونن و اونا رو مجبور کنن که تقسیم ورثه کنن. حرفایی که کلن با هیچ منطقی جور در نمی اومدن. و حالا حساب کنید که اون دو نفر تازه بخوام بگن که جمال اونا رو فرستاده بود. بعد همسرش ساناز در رابطه با اون چی فکر میکنه؟ آیا حاضره دوباره به زندگیش با اون ادامه بده یا نه؟ و کلن تمام اینا نشون میداد که حرفای جمال از پای بی اساس بودن و تنها درخواست اون از ایرج و شاگردهای اون کشتن مادرزنش مریم و خواهرزنش پریناز بوده. آخرین دادگاه این پرونده همین دو ماه پیش انجام شده که گویا هیچ حکمی هم هنوز براشون صادر نکردن. اگرچه که ساناز از دادگاه تقاضای اشد مجازات رو برای جمال کرده، اما چیزی که مشخصه اینه که اشد مجازات برای این مرد من فکر نکنم بیشتر از چند سال حبس باشه و در نهایت این اسکندر و هوشنگ هستن که فقط و فقط ممکنه به خاطر 1 میلیارد تومان اعدام بشن. از قدیم گفتن طمع عقل انسان رو از بین میبره و معمولا انسان‌ها کارهایی میکنن که بعد از تموم شدنش تازه متوجه میشن چه اشتباهی کردن. به هر حال عزیزان، این بود تمام جزئیات این پرونده و از شما میخوام که حتما نظراتتون رو برام در این رابطه در قسمت کامنت ها بنویسید. مرسی که امروز هم تا انتها با من همراه بودید. مراقب خودتون خیلی خیلی باشید. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود.